من اصراری ندارم که کسی آماری که ما میده رو باور کنه، چون این مسائل اعتقادی نیست که بخوام باور کنم. ما آمار رو میدیم برای اینکه مردممون هوشیارتر بشن، آگاهتر بشن، و دلیلی هم برای کتمان آمار مبتلایان در کشور نداریم. آمار ضد و نقیض و همخوان درباره قربانیان کرونا در ایران. در 60 دقیقه امشب میپرسیم حکومت صادق نیست یا مردم رشته اعتماد بریدند؟ با یک متخصص بهداشت عمومی در این باره صحبت میکنیم. و دو مهمان برنامه به ما خواهند گفت که بی‌اعتمادی مردم به آمار دولتی ریشه در چه دارد. در ادامه برنامه، هشدار سازمان بهداشت جهانی، کرونا عالمگیر شد. ما عمیقا نگرانیم، هم از وضعیت هشدارآمیز شیوع ویروس و شدت آن و هم از بیعملی. به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که کووید 19 میتواند در دسته بیماری های همه‌گیر جهانی قرار بگیرد. هر که در خانه نماند از نظر بنده خرد، جان آن که رود از خانه برون در خطر است. و رقص آواز در روزهای کرونا، وقتی فاجعه دستمایه شوخی می شود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام و شب بخیر. سازمان بهداشت جهانی رسماً اعلام کرد که شیوع کرونا به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده. به گفته این سازمان، ایران و ایتالیا در حال حاضر خط مقدم کرونا هستند، اما کشورهای دیگر هم به زودی به این صف می‌پیوندند. پیشنهاد سازمان ملل به کشورها برای مقابله با ویروس کرونا اقداماتی در چهار زمینه بود: پیشگیری، آمادگی، رهبری سیاسی و مردم. وزارت بهداشت ایران تا به حال مرگ 354 نفر و ابتلای دست کم 9000 نفر را تایید کرده. در برنامه امشب میپرسیم تا چه حد میتوان به آمار دولتی کرونا در ایران اعتماد کرد و بدبینی به آمار از کجا میآید. در مورد اینها حرف میزنیم. اول گزارشی ببینیم از شیدا هوشمندی. تب کرونا در ایران فروکش نمی کند. بسیاری نگرانند، اما زندگی جریان دارد. شما باید درس تو بخونی. برای کودکی که مشتاق آموختن است و معلمی که عاشق حرفش. برای آنها که به موسیقی پناه میبرند تا به روزهای روشن‌تر فکر کنند. و آنها که جان شیرین را عزیز میدانند. کار قشنگ فروشی ها، خدای آقا یه دونه فروشگاه اینجوری ببنده، دونه دونه ببندن دیگه کمتر میشه شیوع ویروس کرونا. آمار رسمی وزارت بهداشت میگوید تا ظهر امروز دست کم 9000 نفر مبتلا شدند، 354 نفر جان باخته و 2959 نفر بهبود یافتند. بنابراین آمار شمار جان باختگان ظرف 24 ساعت گذشته 63 نفر بوده که افزایشی 21 درصدی را نشان میدهد. سازمان بهداشت جهانی میگوید پشت ایران را خالی نمی کند. 40,000 کیت آزمایش کرونا به ایران فرستاده و این علاوه بر 100,000 کیتی است که قبلا فرستاده بود. امیدواریم نظارت و پشتیبانی پزشکی و درمانی بیشتر شود، هم قطعا در داخل ایران و هم در خارج با حمایت‌های ما و جامعه جهانی. بررسی نسبت شمار مبتلایان هر استان به جمعیت آن نشان می‌دهد که استان‌های قم، مازندران، مرکزی، گیلان و قزوین در بدترین شرایط هستند. اما هنوز از قرنطینه استان‌ها خبری نیست. حسن روحانی امروز بعد از مدت‌ها سکوت و بعد از آنکه به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول مقابله با ویروس کرونا شد، میگوید قرنطینه از لحاظ اجرایی پیچیده است. بعضی‌ها پیشنهاد می‌کنن، میگن که راه این شهر ببندیم، اون یکی میگه راه اون شهر ببندیم، یکی دیگه میگه بین یک شهر بزرگ بین شمال و جنوبش ببندیم، یکی میگه در شهر بزرگ بین شرق و غرب ببندیم. کارایی که ما امروز کامل بحث کردیم، یعنی از صبح تا همین دقایق پیش در دولت به طور کامل همه دوستان هم اظهار نظر کردن، تقریبا میتونم بگم اتفاق نظر همه این هست که
برخی از چیزایی که گفته میشه در اجرا مشکلات بیشتری رو میآفرینه. حالا به نظر میرسد شهروندان ایرانی حتی در سال جدید هم از کرونا رها نشوند. اینجا رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از برآورد وزارت بهداشت درباره تاریخ اوج شیوع ویروس در سراسر کشور میگوید. خود جناب آقای وزیر در شورای امنیت ملی توضیح دادن که اگر همه چیز خوب جلو بره 20 فروردین به قله میرسیم و شروع میکنیم افت کردن و 2 ماه بعدم هنوز درگیریم. ویروس کرونا با خود سردرگمی و اخبار جعلی هم آورده. روزانه در فضای مجازی اطلاعات زیادی درباره روش‌های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا منتشر می‌شود. بسیاری از آنها نادرست است و ممکن است هزینه‌اش جان افراد باشد. خبرگزاری‌های ایران در روزهای اخیر از مسمومیت الکلی در 6 استان ایران خبر دادند که جان 10 نفر را گرفته. مسمومیت الکلی در ایران اتفاق جدیدی نیست، اما بیشتر این افراد تصور می‌کردند الکل برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا مفید است. در هیاهوی خبری کرونا بسیاری هم نادیده گرفته می شوند. آنهایی که به دلایل معیشتی نمی توانند در خانه بمانند. یا شاید اصلاً سقفی بالای سر ندارند که زیر آن پناه بگیرند. شیدا هوشمندی، BBC. به کارشناس بهداشت جمعیت از مالما سوئد با ما. خانم دکتر خوش آمدید به برنامه. در وهله اول از اینجا شروع بکنیم که سازمان بهداشت جهانی امروز اعلام کرد که ویروس کرونا همه‌گیری جهانی پیدا کرده یا پاندمی شده در واقع. این یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ وقتی تعداد کشورهایی که یعنی تعداد احتمال سرایت ویروس بیش از حدی باشه که بتونه یک کشورها بتونن خودشون ظرفیت کنترلشون رو بر اساس منابعشون داشته باشن و اون شروع بکنه به سرایت کردن و میزان سرایت بیش از حدی باشه که بشه کنترل کرد، حتی مثلا الان این اتفاق افتاده دیگه، در یک فاصله زمانی کوتاه تعداد مرگ‌میر خیلی بالا بوده در مجموع و تعداد همه‌گیری در چین و ایران و ایتالیا حتی با وجود قرنطینه توی منبع اولیه که چین بوده و توی ایتالیا که 11 شهرش رو قرنطینه کرده باز همچنان در حال افزایش، مثلا 250 مورد تو سوئد اومده، توی کانادا رقمی شبیه این بوده، توی آمریکا بوده، این تقریبا تو سطح دنیا داره به تدریج گسترش پیدا میکنه، تعداد مواردی که شناسایی میشن و حالا قرنطینه و ایزوله میشن. خب این اتفاقی بود که تو ایران نیفتاد. وقتی که به این حالت میرسه، به جز اینی که خود این سیستم در واقع سیستمای سلامت اشباع میشن از این که بتونن پاسخ بدن به بیماران که در مراجعه میکنن و در یه مواردی مثل ایران اصلا خود سیستمای سلامت تبدیل میشن به محل انتشار، یعنی مریض برای مثلا یه بیماری مزمن مثل دیابت یا قلب میره اونجا مثلا یه چکاپ بشه و با کرونا میاد بیرون، بعد اون مریض اتفاقا یه مریض های ریسک هم هست، بعد از 2 روز بعد از یه دوره مثلا فرض کنیم 5.5 روزه که بروز میکنه یه دفعه 72 ساعت بعدش به گزارش پادکست هایی که از پزشکا از ایران میاد بیرون کلاپس میکنه، کامل میفته، فوت میکنه متاسفانه. خب این یه وحشت عمومی ایجاد میکنه، یه پنیک ایجاد میکنه و نتیجهش این میشه که مردم نمیرن بیرون و اقتصاد کلاپس میکنه. به همین خاطره که یه قوانین خیلی سفت و سختی و به درستی سازمان ملل گذاشته و معاهده امضا کرده که بهش میگن قوانین بین المللی برای حفظ سلامت، که این برای اینه که جلوی این اپیدمیایی که میتونه در واقع اقتصاد رو فلج بکنه بگیرن و کشورها به موقع و یه پروتکل خیلی مشخص واضح داره بلد. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی امروز در سخنرانیش اعلام کرد که در 4 در واقع زمینه باید برای مقابله با ویروس کرونا اقدام بشه: پیشگیری، آمادگی، مردم و رهبری سیاسی. شما با توجه به شرایط فعلی ایران چطور ارزیابی میکنید اقدامات ایران در این 4 زمینه رو؟ خب پیشگیری که به هیچ وجه انجام نشد، یعنی برخلاف مثلا کشوری مثل هند که مرزهای هواییش رو به سرعت بست و حتی مسافرای هندی که تبدار بودن و در چین در حال سفر بودن رو جا گذاشت و برگشت،
تاجیکستان مرزش رو بست و شروع کرد تمام مسافرهایی که رفت آمد کردن، حتی اونایی که رفت آمد زمینی کرده بودن، تک تک اینا رو پیدا کردن و اینا رو ایزوله کرد و ما تنها کشوری بودیم که تو این منطقه ما هیچ مرز زمینی نداریم و نقشه هایی که الان از شیوع بیماری نشون میده کاملا واضحه که ما اتفاقا استان های مرزیمون اصلا درگیر نبودن، حتی بعضیاشون تو همین الان هم نیستن. مثلا هفته پیش ما هفت استان مرزیمون در حاشیه ایران اصلا درگیر نبود، یعنی اینا به هیچ وجه از طریق زمینی نیومده بودن، این دقیقا هوایی و دقیقا از مرکز اومده و در امتداد جاده ها گسترش پیدا کرده. خب پیشگیری که اصلا انجام ندادیم، یعنی جایی که باید هواپیمامون رو میبستیم برمیگشت نبستیم، جایی که شروع شد اولین بار توی قم گزارش شد ما میتونستیم شهر چند صد هزار نفری رو قرنطینه بکنیم و یه دفعه 25 تا استان رو درگیر نکنیم، نکردیم و الان هم حتی آموزش کافی انجام نمیشه و حتی کاهش تردد هم به صورت رسمی توسط دولت اعمال نمیشه، بلکه فقط به مردم میگن که خودتون داوطلبانه در خانه بمانید. خب خیلی از مردم هم واقعا نزدیک شاید مثلا در 15% مردم که اصلا دسترسی هم ندارن به سوشال مدیا یا اخبار نگاه نمیکنن یا هرچی، اصلا حتی همون هم جدی نمیگیرن و ما الان داریم میبینیم تو بازارها هنوز میرن رفت آمد میکنن، توی محیطای عمومی بدون ماسک حاضر میشن، تو سوپرمارکت ها میرن. متشکرم دکتر سحر مطلبی، کارشناس بهداشت جمعیت با ما. امروز همونطور که اشاره شد، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد همه‌گیری ویروس کرونا به مرحله جهانی رسیده. سخنگوی این سازمان به تفصیل درباره وضعیت ایران هم صحبت کرد. بخش از حرفهای او در توضیح برآورد قبلی سازمان بهداشت جهانی درباره وضعیت ایران رو با هم بشنویم. Particularly referred to was the fact that there was now an all of government approach. اون چه که منظور ما بوده وجود یک رویکرد دولتی و هماهنگی بین دولت و زیر مجموعهایش با راهبردی منسجم است که به عنوان یک برنامه واحد تدوین و ارائه شده و مردم رو به دوران متحد کرده. نظارت ها برای تشخیص موارد ابتلا و همچنین آزمایش ها بیشتر شده و اینها با هماهنگی ما اتفاق افتاده. چین 40,000 کیت آزمایش به ایران داد. ما هم حدود 100,000 کیت تست رو دو هفته پیش به آنها دادیم. هم ما و هم چین به ایران لباس‌های ایمنی دادیم، ولی به وضوح گفتیم تجهیزاتی که ایران دارد بسیار کم است. الان به سختی میتونیم تجهیزات بیشتری براشون بفرستیم. از امارات تشکر میکنیم که در فرستادن محموله قبلی به ایران تسهیلات لازم رو فراهم کرد. ما در 24 ساعت گذشته 40,000 کیت آزمایش دیگر به ایران ارسال کردیم. میدونید اینها میلیون ها دلار هزینه داشته. در حال حاضر ایران با کمبود دستگاه‌های کمک تنفسی و ماسک‌های اکسیژن روبروست. وضعیتی که در ایتالیا یا نقاط دیگر می‌بینیم این است که موارد به حدی زیاد هستند که مثلا در ایتالیا 900 نفر همزمان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. تصور کنید رسیدگی به یک نفر که نمی‌تواند درست بکشد گاهی تا 3 پرستار لازم دارد. چه برسد آن همه بیمار همزمان همه به لباس‌های مخصوص ایمنی که ساعت‌های زیادی کار می‌کنند لازم دارند. طبیعی است این پرسنل درمانی را به شدت خسته می‌کند و نگرانی ما بابت همکارانمان در ایران و ایتالیا فشار و توقعاتی است که بر دوش آنهاست و همچنین خطرات ناخواسته خستگی مفرد و کمبود تجهیزات. بله، بعضی کشورها بیشتر از کشورهای دیگر سختی دیدند، ولی ما وارد این بازی نمی‌شویم که فلان دولت بایست چه کاری را میکرد که نکرد. واقعیت این است که همین الان ما کشورهایی داریم که پزشکان و پرستارانش و بیمارستانهایش محتاج به کمکهای ما هستند. تمرکز ما باید این باشد که چگونه به اینها کمک درمانی و پزشکی کنیم و تجهیزات لازم را به دست آنها برسانیم. بعداً میتوانیم به این فکر کنیم چه کارهایی بود که باید انجام میشد که نشد یا میشد بهتر انجام دهیم و اینکه چه کسانی مقصر هستند یا نیستند. ما نیاز به آن کلید واژه‌ای داریم که دبیر کل از آن استفاده کرد، همبستگی. ایران و ایتالیا امروز در خط مقدمند و رنج می‌کشند، ولی به شما تضمین می‌دهم کشورهای دیگر خیلی زود به این مرحله می‌رسند. لذا ما فقط باید روی همبستگی تمرکز کنیم. ما به حمایت از ایران در هماهنگی با همکاران جهانی خود ادامه می‌دهیم. وزارت بهداشت ایران هر روز آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا را اعلام می‌کند، اما این آمار فاصله چشمگیری با آماری دارد که دانشگاه‌های علوم پزشکی یا بعضی از مسئولان و نمایندگان مجلس می‌دهند. مریم افشنگ نگاهی کرده به تناقضات آماری کرونا در ایران. من اصراری ندارم که کسی
آماری که ما میده رو باور کنید، چون این مسائل اعتقادی نیست که بخوام باور کنم. این پاسخ سخنگوی وزارت بهداشت ایران به تناقضات درباره آمار هاست. این روزها انتقادات زیادی به آمار و ارقام وزارت بهداشت وجود دارد. آماری که حتی داد بسیاری از مقامات را درآورده. آمار رسمی وزارت بهداشت به تفکیک استانها اعلام نمی شود و دقیق مشخص نیست در هر استان و شهر چند نفر جان باختند. در دو شهرستان کاشان و آران بیدگل ما 88 فوتی داریم. این 88 از ابتدا؟ بله، از زمانی هستش که خب بیماران درگیر این موضوع شدن، یعنی از ابتدای اسفند ماه امسال. بله. و با تمام پیشگیری‌ها و اقداماتی که شده خب این آمار تأسف‌انگیز وجود داره. بله. حدود 1056 نفر در حال حاضر درگیر این مبتلا هستن، بیماری هستن. به گفته فرماندار کاشان، سه روز پیش تنها در منطقه کاشان، آران و بیدگل 1056 نفر مبتلا بودند. آمار رسمی وزارت بهداشت میگوید در کل استان اصفهان 788 نفر مبتلا هستند. الان شما فرض میگه مریض کرونا اینجا افتاده، شما میخوای رو سرش از تا حلقش نمونه بگیری، همون لحظه امکان داره اوق بزنه، همون لحظه امکان داره سرفه بزنه تو صورتت، بزنه شما هم گرفتی، خودش چطور نمونه میگیری؟ از سر زبانش میگیری نمونه رو دیگه، غیر از اینه مگه؟ یعنی شما از هر توف دهن بگیری شما نمونه است، از تا حلق هم میگیری نمونه است. اینایی که از تا حلق نگرفتی و از قسمت وسط زبان گرفتی جواب میشه منفی دیگه. یعنی علت اینو منفی شده اینه، نه اینکه مریض کرونا نداره. من میگم از هر روز اول حرفم اینه که من 594 مریض کرونا هر دو تا کبیر روز اول داد میزدیم با دیگه. امروز آمار رسمی وزارت بهداشت میگوید 188 نفر در استان گلستان مبتلا به کرونا هستند. این سخنان نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت استان گیلان است در روز یکشنبه 18 اسفند. بیش از 200 نفر در این استان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. حدود 800 الی 900 نفر در گیلان به این ویروس آلوده شدند. باشگاه خبرنگاران جوان مدتی بعد این خبر را حذف کرد و نماینده وزیر بهداشت در مصاحبه دیگری گفت منظورش مرگ و میرهای ناشی از همه بیماری‌های تنفسی بوده، نه فقط کرونا. همان روز وزارت بهداشت تعداد مبتلایان ویروس کرونا در استان گیلان را 496 نفر اعلام کرده بود. نماینده رشت در مجلس از دیگر مقاماتی است که با صراحت گفت آمار درست نیست، چون کسانی که تست نداده اند در آمار محسوب نمی شوند. قبرستان ها جا ندارد و اجساد روی هم دفن می شوند. به نظرم روزانه فقط 30 الی 40 نفر در این استان جان خود را در اثر این بیماری از دست می دهند و آمار واقعی نیست. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تا روز یکشنبه 18 اسفند تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در استان مازندران 620 نفر بوده. خبرگزاری دولتی ایرنا همان روز از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد که تعداد افراد شناسایی شده مبتلا به کرونا در این استان در 24 ساعت گذشته دو برابر شده و به 1226 نفر رسیده. این توییت صبح روز دوشنبه مدیر مسئول سایت انتخاب است. آمار فوتی‌های مشکوک به کرونا 2000 نفر اعلام شده بود. چیزی بیش از 8 برابر آمار رسمی. این توییت ساعتی بعد پاک و مصطفی فقیهی به دادسرا احضار شد. گزارش‌هایی که از خانواده‌ها و کادر پزشکی و درمانی بعضی از بیمارستان‌ها از جمله در استان‌های گیلان، تهران و گلستان به دست بی بی سی رسیده می‌گوید در بسیاری از موارد تست کرونا انجام نشده و یا حتی بعد از مرگ تست گرفته شده. گفته می‌شود در تعدادی از گواهی‌های فوت دلیل مرگ را آنفولانزا، مشکلات حاد تنفسی و یا حتی بیماری‌های قلبی ذکر کردند، در حالی که خانواده‌ها نظر دیگری دارند. کامنت‌ها و توییت‌های از این دست کم نیستند. علت مرگ پدر را ایست قلبی اعلام کردند، در صورتی که جنازه را به خانواده تحویل نمی‌دهند. اگر مرگ بر اثر کرونا نبوده پس این کار چیست؟ اگر کرونا بوده چرا اعلام می‌کنید ایست قلبی؟ به چه قیمتی آمارسازی می‌کنید؟ جان مردم هیچ ارزشی ندارد؟ پشت تمام عددهایی که اعلام می شود، زندگی آدمهایی است که هر لحظه یا نگران سلامتشان هستند و یا جانهایی که به پایان رسیده و خانواده ای عزادار. هیچ کس هم در امان نیست، حتی این پزشکان و پرستارانی که آماده می شوند تا به بیماران نیازمند کمک کنند. در این میان بسیاری خواهان شفافیت هستند و آماری دقیق تر از آمار منتشر شده وزارت بهداشت که فاصله بسیار زیادی با واقعیت دارد. مریم افشنگ، بی بی سی.
و اما آقای جهانگیر پرستار و کارشناس پرستاری از استان کهگیلویه و بویراحمد به ما پیوستند. آقای جهانگیر خوش آمدید به برنامه. در وهله اول بگید در بیمارستانی که شما درش کار میکنید وضعیت چطوریه؟ آیا مورد مثبت کرونا وجود داشته؟ بله ما مورد مثبت داشتیم و به شهر یاسود اعزام شدن و خوشبختانه پالو مریضان که شدیم، مریض الان حالشون خوب بوده، تا الان با اینکه مریضای زمینه هم داشته ولی هنوز مشکل خاصی باشه بیمه که حالش رو به بهبود هستن. مریضه مریضای مشکوک هم داریم که داره تعدادشون روز به روز داره بیشتر میشه و من خواهشی که دارم از مسئولین اینه که الان دارن امروز دیروز دارن مسئولین مثل که دارن فکرهایی میکنن، شهر رو دارن بازار رو تعطیل میکنن، اداراتی که نیاز نیست مثل که دارن تعطیل میکنن و خواهشی که داریم باز بقیه جاهایی که مثلا اداراتی که زیاد اصلا نیاز بهشون نیست سر کار نرن، مثلا جاهایی که میخواد با اتوبوس برن سر کار با سرویس میرن، اینا خودشون باعث میشه که کسی که داشته باشه نفرات دیگه بگیره. آقای جهانگیر وضعیت امکانات پزشکی چیه؟ شما به عنوان پرستار های امکانات لازم برای انجام مسئولیت پرستارتون رو دارید؟ تو بیمارستان ما آره وضعیت وسایل هست، وسایل محافظتی الان درست یه خورده کم هست ولی در اختیار ما الان هست، الان آماده کردن و در اختیار ما هست الان واقعا. و شرایط تست کرونا چطوره؟ آیا شما در استان کهگیلویه و بویراحمد امکان اینو دارید که اگر فردی مشکوک به ابتلا باشه آزمایش بشه در استان یا باید به جای دیگه ارسال شه؟ آزمایش شهرستان ما که به یاسوج اعزام میشه، بعدم فکر کنم به تهران میفرستن. تا هفته پیش به تهران میرفت، دیگه نمیدونم الان دیگه تو شهر یاسوج اومده باشه یا نه، ولی ما میفرستیم یاسوج، یاسوج برای ما انجام میدن. و فکر میکنید اگر که بفرم روی علائم بالینی مریض راحت میشه تشخیص، روی سیتی مریض میشه تشخیص داره، تشخیص خطی داره مثلا راحت ریشون یا مثلا آنقدر دلچسب نیست، روی علائم با سیتی اسکن بیمار و آزمایشات بیمار و علائم بیمار میشه تشخیص داد که واقعا زیاد آنقدر دیگه نیاز نیست که تست مثبت انجام بشه حتما بیاد دیگه، علائم واقعا دیگه یه جور شده که پزشکا راحت روی علائم بالینی بیمار و سیتی اسکن بیمار و آزمایشات بیمار تشخیص میدن، بعد تست هم میفرستن دیگه آخر سر. بله آقای جهانگیر، اگر آمار ابتلا در استان شما بالاتر بره فکر میکنید که استان توان و آمادگی در واقع مقابله با کرونا رو داره؟ نه به هیچ وجه این آمادگی نداره و خواهشی که از مردم دارین دست خونه هاشون بمونن و اگر تو خونه هاشون نمونن ما تقریبا شبیه شمال میشیم، حساب کن شهرستان شهری که ما هستیم 9 تا تخت آیسیو داره، اگه ما 300 با 200 نفر 300 نفر بیمار کرونایی مبتلا بشن آخه ما حدود شاید 30 تا 40 تا از این مریضا نیاز به آیسیو داشته باشه، آیا ما 6 تا تخت آیسیو داریم؟ نه ما 9 تا تخت آیسیو داریم، پس نمیتونیم به 100 درصد اون 30 نفر راحت مورتالتی میره بالا و باعث اکسپایر بیماران میشه و خواهشی که از مردم داریم دارن یه عده شوخی میگیرن جدی نیستن اصلا در این مورد مسئله رو، ما فکر کنم ایرانی ها 50% 60% جدی گرفتن ولی 40% افراد دارن با شوخی دارن بیمار فکر میکنن مثلا فقط جوان ها پیران میمیرن، جوان ها سالم میمونن و فکر کنم از لحاظ فرهنگی باید فرهنگ سازی بشه، واقعا باید ترس انداخت تو جون اینا، واقعا صدا سیما باید واقعیت رو بگه و آمار واقعی رو بگن، خب اینا باید بترسن واقعا، باید به نظر من از لحاظ نظامی سپاه یا مثلا همون نیرو انتظامی یا چی باید قرنطینه کنن، باید واقعا شهرها قرنطینه بشه، اگه شهرها قرنطینه شد مشکل حل میشه، اگه نشد همین جنوبم که الان ما یه ذره هنوز جای مثلا وارد نارنجی نشدیم، قرمز نشدیم، ما تا یه هفته دو هفته دیگه واقعا شاید ما هم به سمت قرمز شدن بریم، شرایط خیلی شرایط بدجوری هست، واقعا توانایی اینم نداریم که بخواد برسه، این قد نیرو پرستار هم ما نداریم بخواد خدمت بکنه. صحیح، متشکرم آقای جهانگیر پرستار از استان کهگیلویه و بویراحمد با ما.
و اما برای گفتگوی بیشتر حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی از تهران با ماست و همچنین دکتر رامین احمدی استاد امراض داخلی و بهداشت عمومی دانشگاه ییل از نیو هیون در ایالت کانتیکت آمریکا. خوش آمدید به برنامه آقای احمدی. شنیدید که امروز مقام‌های سازمان بهداشت جهانی اعلام کردند که بیماری به مرحله فراگیری جهانی رسیده و گفتند که ایران و ایتالیا در حال حاضر در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال به نظر میاد گزارش هایی که دریافت میکنیم اینه که آماده تر هستند نیروها، الان در چه وضعیتی قرار دارند؟ من فکر میکنم وضعیت ایران همچنان وضعیت بسیار بحرانی هست و دلیل اصلیش هم از خلال برنامه شما هر کسی میتونه به سرعت دریابه، حتی کسی که هیچ چیز راجع به کشور ما ندونه اگر به همین برنامه شما تا الان گوش داده باشه به سرعت متوجه میشه که دلیل اصلی این که در ایران ما نمیتونیم در واقع این فاجعه رو کنترل بکنیم بی‌اعتمادی گسترده مردم هست نسبت به حکومت. و همینطور که رئیس سازمان بهداشت جهانی گفت، این راه حل سیاسی به اندازه راه حل پزشکی مهمه برای متوقف کردن بحران. اگر مردم اعتماد نداشته باشن به حکومتشون، که در این مورد ندارن به خاطر اینکه این یک حکومتی است که باعث شیوع آلودگی شده و تا به امروز مرتب داره آمار و ارقام دروغ بهشون میگه، و به خاطر همین چون منبع مورد اعتمادی با مرکزیت در مملکت وجود نداره، بنابراین یک آشفتگی و سردرگمی شما میبینید که این متاسفانه با آلودگی بیشتر جامعه کمک میکنه. سازمان بهداشت جهانی گفتش که مردم هم در واقع نقش عمده‌ای دارن برای مقابله با این بحران و این بیماری. به نظر شما مردم به غیر از شستن دستشون یا در واقع استفاده کردن از ماسک چه کار میتونن بکنن آقای دکتر؟ تو خونه بنشینن. ببینید الان قرنطینه شهرها، همینطور که یکی از مهمانانش برنامه شما از ایران گفتن، کار درستیه برای اینکه به اون سطح از بحران رسیدیم که واقعا کل مملکت در خطر. قرنطینه شهرها کار درستیه. مردم در درون شهرها، ما دیگه از مرحله فرد و خوشه و غیره رد شدیم، واقعا این مرحله آلودگی مداوم شهریه، اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی بهش آلودگی مداوم شهری میگه. و در چنین مواردی فقط و فقط مردم باید توی خونه ها بمونن، از خونه ها بیرون نیان. این درسته که باعث میشه اقتصاد مملکت بخوابه، عملا فلج بشه، ولی به هر حال این اقتصادی بوده که حکومت اسلامی در طول سالهای اخیر به دست خودش در واقع به افلاس کشونده. تا الان با جان مردم نباید بازی کرد، مردم باید توی خونه ها بمونن و این رو جدی بگیرن. اگر که قرنطینه انجام بشه و مردم خودشون تصمیم بگیرن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، در خونه ها بمونن و به پاکسازی محیطشون کمک بکنن، این اپیدمی کنترل میشه. آقای احمدی، آقای روحانی گفته که قرنطینه اگر یک فایده داشته باشه 1000 ضرر داره. خب ضررش به جیب آخوندا میره، ولی سودش رو با ما کم شدن مرگ و میر و زنده موندن مردممون میتونیم ببینیم. ببینید خبرهای خوب راجع به بیماری هم زیاد داریم. یک کشوری نسبتاً فقیر مثل ویتنام با رعایت بهداشت عمومی تونست این اپیدمی رو تقریبا از کشور خودش ریشه‌کن بکنه. بیش از 89 کشور داریم الان که زیر 100 مورد بیماری داشتن. نزدیک 51 کشور داریم که زیر 10 مورد بیماری داشتن. یعنی اوضاع یک پارچه سیاه نیست، اگرچه به خاطر ایران و ایتالیا اینقدر گسترده شده. در خود چین که مرکز اپیدمی بوده این رو تونستن مهارش بکنن. ظرف این هفته اخیر شاید نزدیک 58 59 تا کیس جدید بیشتر نداشتن، در حالی که میزان کیس های جدیدی که در ایران و ایتالیا بود به مراتب بیشتر بود. ببینید ما میدونیم که فقط 1% بیمارا زیر 15 سال دارن، ما میدونیم که از مادر حامله به جنین منتقل نمیشه، ما میدونیم که در محیط های حتی بسته گاهی میزان حمله ویروس بسیار پایین بوده. بنابراین این باید اسطوره زدایی بکنیم ازش، باید سعی بکنیم این اضطراب و هیجان عمومی رو پایین بیاریم. ولی در این حال ما به یک منبع قابل اعتمادی رو لازم داریم که به این مردم بگه تو خونه بنشینید، برای اینکه بتونیم اپیدمی رو کنترل بکنیم.
آقای زیدآبادی، موانع سیاسی قرنطینه چیه؟ چرا مقام های ایران برخلاف مقام های چین، برخلاف مقام های ایتالیا اعتقادی به قرنطینه ندارن؟ ببینید، همونطور که امشب و در صحبت های سایر کارشناسان دیدیم، واقعیت اینه که جدا از اون سطح مردم که به هر حال بهداشت فردی رعایت میکنن، اینجا یک بحرانی هست که نیازمند مداخله دولت هست. اساسا فلسفه شکل‌گیری دولت جز این نیست که در اینجور مواقع بتونه اعمال اقتدار بکنه. شما همین الان نقل قول رو گفتید از آقای روحانی، اونم اینه که قرنطینه یک حسن داره، 100 تا ضرر داره. ما بعد فکر کنیم که این 100 تا ضرر چیه. البته ایشون اشاره نمی‌کنه، ولی من احساس می‌کنم که گرچه به هر حال طبیعیه که هر سیستمی دلش بخواد که یک همچین بحرانی رو از سر بگذرونه و کنترل بکنه، اما به نظر میرسه به دلیل فراهم نبودن شرایطی که باید از قبل ایجاد میشد، یعنی یک نوع ساخت سیاسی وجود داشته باشه که بتونه اعمال قرنطینه بکنه، که در واقع اعمال اقتدار هست و اقتدار نیازمنده در این مورد نیازمند مشروعیت و همکاری مردم هست، وگرنه که اعمال اقتدار بدون همکاری مردم یه چیزی شبیه جنگ داخلی خواهد بود. من فکر میکنم که یک نگرانی وجود داره از اجرای قرنطینه که یک راهکار قطعی ظاهرن هست برای اینکه بشه بحران رو در سطح یک کشوری مثل ایران در واقع جمع جور کرد. اما خب هم به نظرم اقتدار کافی وجود نداره و دولت، و به طور معنی از دولت هم منظور حاکمیته، حاکمیت امکان اینو نداره که وارد یک همچین تصمیمات جدی بشه، و معمولا اون شیوه هایی هم که داشته برای حل بحران خب در اینجا جواب نمیده. آقای زیدآبادی، شاید بعضی تصمیم ها رو دولت یا حاکمیت نتونه بگیره، ولی مثلا تصمیم مبنی بر بازگشایی ادارات، تصمیمی که به هر حال تصمیم دولت دیگه، چرا با جان مردم بازی میکنه دولت در چنین شرایطی؟ خب ببینید، دولت اینو حساب میکنه که اگر در واقع ادارات رو بسته بشن، خب این یک سلسله ای از مسائل رو پیش میاره. در واقع دولتیه که اگر ادارات تعطیل بشه، باید بتونه از طریق آنلاین بتونه یه سری خدمات رو ارائه بده، و دولتی که در واقع دولت کوچیک نیست. ما میدونید خب در ایران یه دولتی داریم که یعنی یک بوروکراسی بسیار بزرگ و حجمی داریم که اساسا شما برای خیلی از کارهای خیلی پیش پا افتاده هم نیاز به مراجعه دارید، و این دولت خودش هم نیازمند اینه که برای کار ساده هم کارمنداش رو بیاره. ببینید، من عرض کردم خدمتتون اینکه این سیستم عادت داشته به حل بحران با یک سری مسائلی، از جمله اینه که به هر حال اون بحران ها مثلا اگر بلافاصله بهشون جنبه سیاسی بده، و طبیعتا وقتی صحبت از سیاست پیش میاد، برای مسئله ایدئولوژی که کسی یه نظری داره، دولت سعی میکنه که برای خودش، یعنی منظورم حاکمیت، برای خودش یارگیری بکنه، سوار این شکاف بشه. اما دیگه این مسئله ویروس همچی چیزی نداره. گرچه شما میبینید باز بر طبق عادت یکی دو جایی میگن که این از بیرون اومده، خارجی و اینها، اما ببینید مثلا شما هر وقت بحران پیش می اومد تو این چند سال گذشته در ایران، شما میدونید که مثلا برخی از نیروهای نظامی یا نهادهایی که حالا غیر از دولت رسمی هستن، همیشه اعلام آمادگی میکردن که حالا مثلا ما پاشنه کفشمون رو برمیکشیم و وارد میدون میشیم و این کار رو انجام میدیم و دولت نمیتونه. ولی امروز سوال اینه که اونها کجان؟ چون که اونا هم میدونن دیگه الان یک سیل نیست که در یک نقطه از ایران باشه و همه چیزها رو جمع کنن ببرن اونجا. الان یه مسئله که نیازمند همکاری حکومت و مردم هست و اعمال اقتدار مشروع حاکمیت، که متاسفانه سالهاست که دچار بحران هست. متشکرم. حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی، و دکتر رامین احمدی، استاد امراض داخلی و بهداشت عمومی با ما.
و اما انتشار ویروس کرونا کماکان مهمترین خبر این روزهای جهانه. تقریبا هر روز نام کشورهای بیشتری به فهرست بلند بالای کشورهای متاثر از کرونا اضافه میشه. اول از همه نگاه بیاندازیم به وضعیت گسترش این بیماری در سراسر کره زمین. وضعیت گسترش بیماری در جهان به این شکله. همونطوری که میبینید این در واقع آخرین نقشه گسترش شیوع کرونا است. 5 کشور بیشترین تعداد مبتلا رو دارند. اول چین و بعد به ترتیب ایتالیا، ایران، کره جنوبی و اسپانیا. همونطور که گفتم تعداد مبتلایان هم روزانه در حال افزایشه. صبح امروز تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 از مرز 121 هزار نفر فراتر رفت. البته تعداد قربانیان این بیماری هم حالا به بالای 4 هزار نفر رسیده. اما در این حال مهمه که همیشه به خاطر داشته باشید تا اینجای کار 66 هزار نفر هم بهبود پیدا کردن. و اما گسترش تعداد مبتلایان و همچنین گسترش ویروس کرونا به کشورهای بیشتر موجب شد تا امروز سازمان بهداشت جهانی اعلام کنه که این بیماری در مرحله همه‌گیری جهانی قرار گرفته. اگه سری بزنیم به کنفرانس خبری امروز مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، از لحن و محتوای حرفاش بهتر متوجه میشیم که نگرانی بین‌المللی در چه سطحیه. And we're deeply concerned both by the alarming levels. ما عمیقا نگرانیم، هم از وضعیت هشدارآمیز شیوع ویروس و شدت آن و هم از بیعملی. به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که کووید 19 می تواند در دسته بیماری های همگیر جهانی قرار بگیرد. همگیری جهانی واژه‌ای نیست که بتوان آسان و بی توجه از آن استفاده کرد. واژه‌ای است که اگر به درستی استفاده نشود وحشت بی دلیلی خلق می کند یا برخی را به این نتیجه می رساند که مبارزه فایده ندارد و مرگ و رنج بیشتری به وجود می آورد. صحبت‌های از این دست در اقدامات و اظهار نظرهای مقام‌های دیگری هم در جهان بازتاب داشت. در اتحادیه اروپا در حال حاضر دیگه هیچ کشوری باقی نمونده که موارد مثبت ویروس کرونا در اون گزارش نشده باشه. در قلب این اتحادیه امروز اظهار نظری در برلین بیش از همه نظرها رو به خودش جلب کرد. هشدارهایی که از زبان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بیان شد. وقتی ویروس شیوع پیدا بکنه جمعیت ما نه مسئولیتی داره نه واکسنی. از این رو با ادامه این وضعیت 60-70% مردم مبتلا خواهند شد. وضعیت گسترش ویروس کرونا آروم آروم داره به مرحله‌ای میرسه که کار اطلاع رسانی درباره تعداد مبتلایان هم برای رسانه‌های بین‌المللی دشوار شده. شناسایی موارد تازه در بسیاری از نقاط دنیا کار ساده‌ای نیست. سری بزنیم به وبسایتی که دانشگاه جان هاپکینز راه اندازی کرده تا ببینیم دقیقاً در همین لحظه اوضاع چطوره. همونطوری که می‌بینید تا این لحظه 121,564 نفر مبتلا هستند به ویروس کرونا. از این تعداد 66,239 نفر بهبود پیدا کردند و متاسفانه 4373 نفر جونشون رو از دست دادند. و اما برای گفتگوی بیشتر دکتر پریسا نظری داروساز از روم ایتالیا با ما هستن. خانم دکتر خوش آمدید به برنامه. از آخرین وضعیت در ایتالیا به ما بگید. متشکرم. عصر همگی بخیر. بله، در ایتالیا همونطور که میدونید از دیروز صبح تمام کشور ایتالیا تحت قرنطینه قرار گرفته و هر کسی که از خونه بیرون میره در تمام ایتالیا باید یک فرمی رو پر بکنه و با خودش همراه داشته باشه که در اون دلیل بیرون آمدن از خونه رو توضیح میده و این فرم اگر که پلیس اون رو متوقف بکنه باید ارائه بشه. این باعث شد که به هر حال رفت و آمدها خیلی کمتر بشه، تاثیر گذاشته توی رفت و آمدها، ولی خب خیلی کسای زیادی هستن که مثل افراد خارجی یا افراد مسن که این توانایی رو ندارن هنوز که اینو درک بکنن. من امروز در داروخانه مواجه شدم با خانم و آقایان مسنی که واقعا نمیفهمیدن چه اتفاقی داره میافته و این فکر میکردن که حتی سوپرمارکت‌ها تعطیل میشن، حتی دیگه نمیتونن مواد غذایی تهیه کنن. پریشب خیلی ها رفته بودن به فروشگاه هایی که شبانه روزی باز هستن و صفحه طولانی ایجاد شده بود که مردم سعی کرده بودن خرید کنن
و دیروز صبح خیلی از فروشگاه ها عملا خالی بودند به خاطر اینکه مردم از ترس این که چون درست نفهمیده بودند به چه شکلی اعمال میشه این قانون جدید، فکر میکردن که حتی نمیتونن دیگه از خونشون بیرون بیان برای اینکه خرید کنن. بر همین یکم جو ترس به وجود اومده. این اتفاق خیلی مهمیه توی ایتالیا، این تا این حد محدودیت آزادی‌های شخصی یه اتفاقی که واقعا برای ایتالیایی‌ها قابل قبول نیست و واقعا اونها رو میترسونه. خیلی از مغازه ها خودشون تصمیم گرفتن که تعطیل بکنن چون کاملا مشتری ندارن. امروز استاندار استان لومباردی که شهر میلان مرکزش هست درخواست کرده از دولت که غیر قانونی اعلام بکنه باز کردن فروشگاه ها رو، حتی سوپرمارکت ها رو، فقط بعضی از فروشگاه های مواد غذایی و داروخانه ها باز باشن و هنوز در انتظار این هست که دولت احیانا این قانون رو تصویب بکنه. خانم دکتر، شما در داروخانه کار میکنید، آیا مشکل کمبود ژل ضد عفونی و ماسک اونطوری که در بعضی دیگر شهرهای اروپایی وجود داره اونجا هم هست؟ بله، این مشکل وجود داره. الان هفته هاست که این مشکل وجود داره. از امروز حتی مشکل مکملای غذایی که بر مکملای دارویی که توشون ویتامین سی هست هم داشتیم. یعنی در فروشگاه ها دیگه مرکبات خیلی کمن و توی داروخانه ها مشکل ویتامین سی وجود داره، به خاطر اینکه این تفکر به وجود اومده که با ویتامین سی میشه جلوگیری کرد یا حتی بعضیا فکر میکنن که میشه درمان کرد. برای همین ما الان تمام اون چیزایی که واقعا لازمه در این لحظه مثل محلول های ضد عفونی کننده، ژل ضد عفونی کننده، الکل و ماسک و تا حدود زیادی ویتامین سه رو نداره. در دو سه روز گذشته سرعت افزایش آمار مبتلایان و همچنین قربانیان این بیماری در ایتالیا به شدت بالا رفت. آیا الان نشانه های مبنی بر کنترل این شیوع به چشم میخوره؟ بله، من فکر میکنم که این قانون واقعا خیلی تاثیرگذار باشه چون واقعا خیلی هنوز وخامت اوضاع رو متوجه نشده بودن. خیلی از افرادی بودن، من پدر مادرایی رو میشناسم که بچه هاشون رو میذاشتن پیش مادر بزرگ پدر بزرگاشون به خاطر اینکه بعد میرفتن سر کار. الان دیگه مجبور شدن به طور جدی توضیح بدن به شکل حتی یه جورایی ترسناک. دیروز مدیر بیمارستان میلان اعلام کرد که اگر بدنوه‌ای بره پیش پدر بزرگ مادر بزرگش امکان داره باعث مرگ پدر بزرگ مادر بزرگش بشه، به خاطر اینکه بچه ها این بیماری رو وقتی میگیرن هیچ گونه علائمی ندارن و ردش میکنن ولی میتونن ناقلش باشن. یه سری صحبت ها داریم که خیلی جدیه، یا حتی توی اعلام کردن که با توجه به اینکه دستگاه تنفس مصنوعی به اندازه کافی ندارن باید انتخاب بکنن بر اساس سن و امکان زنده موندن افراد، باید انتخاب بکنن کی رو بذارن که بمیره و کی رو نجات بدن. ولی خب با توجه به اینکه اینجا یک کشور کاتولیک هست و همیشه ارزش زندگی براشون خیلی مهم بوده و این مسائل خیلی از نظر فرهنگی براشون مهمه، مثل کشوری مثل سوئیس نیست که براشون کسی که تصمیم بگیره زنده نباشه میتونه راحت این کار رو انجام بده، اوتانازی انجام بده. این مسائل خیلی ایتالیایی رو میترسونن، مثل از زمان فاشیست تا الان این آزادی های شخصی افراد یک مقدس بوده براشون، من که نمیتونن تو خیابون برن براشون خیلی عجیب و ترسناکه. متشکرم دکتر پریسا نظری، داروساز از روم با ما. ممنون از اینکه با ما بودید. و جورج لومانسوف، ویروس شناس از شهر نوریچ با ماست. هنوز ارتباطمون با آقای جورج رومانوسوف انجام نشده، فعلا اجازه بدید سعی می‌کنیم در ادامه برنامه آقای جورج رومانوسوف رو باهاشون ارتباط بگیریم. اما الان ببینیم و بشنویم تجربه بعضی از بینندگان بی بی سی از وضعیت شهرهاشون. من در قم زندگی می‌کنم و برنامه نویسم و فعلا به صورت دورکاری در حال کار کردن هستم. البته یه بخشی از مردم کلا این بیماری رو باور ندارن که البته خب خیلی کمه، به غیر از اون بخش اکثر مردم در حال رعایت کردن هستن و در واقع میشه گفت شهر کاملا خلوت. من مهندس عمران هستم، مشهد زندگی میکنم، مغازه فروش پوشاک و لباس هم داریم. البته در اثر شیوع ویروس کرونا و اثرات اون متاسفانه فروش ما تقریبا به صفر رسیده.
فروش حضوری که اصلا نداریم، مغازه رو بستیم، فقط آنلاین، اونم خیلی کم. حداقل برای من و خانواده من امسال بدترین سال لحاظ اقتصادی بوده در مقایسه با 10-15 سال گذشته. من از زاهدان صحبت میکنم. من 20 سالمه و واقعا ترسیدم و نگرانم با این وضعیت بیماری کرونا. به ما میگن از خونه بیرون نرید. برای ما که کارمون و شغلمون آزاده، ما الان باید چی کار بکنیم؟ استرس اینو داریم که اجاره مغازه رو باید بدیم، اجاره خونه هست. خب من چجوری با این همه استرس و نگرانی بخوام که خودم رو قرنطینه بکنم و به خودم برسم؟ دولت چیزی برای ما در نظر گرفته یا نه؟ آژانس هواپیمایی الان خیلی تورها فروخته بودن، بلیط ها فروخته بودن برای شب عید، اما عملاً الان همش کنسل شده. اما چیزی که داریم میبینیم، ما موظفیم پولو به مسافرین برگردونیم. از اون طرف که شرکت هیچ سودی نداشته، پول مسافرین هم برمیگردونیم. کارگزاری که در خارج هستن میگن دوباره باید شما هتل از ما بگیرین تا پولا رو بهتون برگردونیم. و از اون طرف ایرلاین های ماهان، ایران ایر و سایر ایرلاین های خارجی، حتی اونها میگن که باید حتما به ما دوباره درخواست تیکت بزنید و بلیط صادر کنید تا پولتون برگشت داده بشه. سلام، من یک شرکت نرم افزاری کار میکنم که یه شعبه هم توی شهرستان داریم. با دورکاری تمام کارامون رو به خوبی داریم پیش میبریم. خودم و تمام دوستان و اقوامی که میشناسم، اگر که اداره دولتی کار میکنن که مجبورن به صورت شیفتی اجباریشون کردن برن سر کار، ولی اونایی که کارای شرکت خصوصی هستن اکثرا از خونه دارن کار میکنن و رفت آمده بین خانوادگی و مهمونی ها همه قطع شده. تو اردبیلم که ما داریم زندگی میکنیم، جو شهر تقریبا نیمه تعطیل. الان من خودم مغازه دارم، مغازه‌ام کلا بسته است، تو خونه نشستیم. یه نم مغازه‌دارا ناراحتن چون آخر سال بازارشون بوده، الان باید ببندن بالاجبار، بعضیا میرن باز میکنن. شرایط گذرونم اون توی اینترنت و پیاما رو یا اخبار رو پیگیری میکنیم. من جهان هستم از شهر بوشهر. پدر من بیننده برنامه شما هست، زیاد بی بی سی نگاه میکنه. فقط یه موضوعی هست که من خیلی دوست دارم واقعا شما کمک کنید و اینو توی بخش اصلی برنامه‌تون واقعا توضیح بدید به امثال پدر من، که ما هر چی بهش میگیم که بابا تو باید دستتو بشوری از بیرون میای، متاسفانه تو کتش نمیره و میگه که من یه عمری اصلا دستمو نمیشستم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. این همش حرفای علکیه، علکی دارم بزرگش میکنن. از پدر آقای جهان خواهش میکنیم که دستاشونو بشورن، به حرف آقای جهان گوش بدن و همچنین همه پدر و مادرهایی که در سنین پرخطر هستند و بسیاری از فرزندان در حال حاضر نگران اونها. اما این روزها در کنار اخبار کرونا و نگرانی ها از ابتلا و گرفتاری های روزانه، تولید کارهای طنز هم رونق داره، از رقص پرستاران و دکترها تا خوانندگی و اجرا. هر که در خانه نماند از نظر بنده خر است، جان آن که رود از خانه برون در خطر است. خرتران است که در برهه همچین حساس، بارو بندیل خودش بسته به فکر سفر است. Thank you.
محمود فرجامی طنزپژوه در دانشگاه کریستیانا از اسلو نروژ با ماست. آقای فرجامی مترجم و گردآورنده دو کتاب به نام فلسفه طنز و درآمدی به طنزپژوهی هم هستند. آقای فرجامی، به نظر میاد که هموطنان شاید توانایی مثال زدنی دارند برای استفاده از شوخ طبعی و طنز برای مقابله با تراژدی. I mean, that's okay. I mean, it does seems to be some problem with communications. I've had this all day, so. متاسفانه به نظر میاد که صدای آقای فرجامی رو نداریم. آقای فرجامی، ما صدای شما رو نداشتیم. اگر ممکنه پاسختون رو تکرار بکنید. اگر صدای من میاد. الان صداتون رو داریم. عالیه. مرسی. شوخ طبعی و طنز در دو جهت به انسان کمک میکنه برای چنین مواقعی. یکی اینکه در کل و به طور شخصی شوخ طبعی و شادمانی کمک میکنه که ضربان نبض، تون عضلات، هورمون های استرس زا مثل اپینفرین، نورپینفرین، دوپاک و امثال اینها کاهش پیدا کنه و در نتیجه سیستم ایمنی بدن بالا میره و به خصوص که میدونید که این بیماری کرونا یا ویروس کرونا با سیستم ایمنی بدن ارتباط عکس داره و هر چقدر که سیستم ایمنی بدن قوی تر باشه امکان مقابله با این بیماری بیشتره. پس یکی اینه که کمک میکنه و دیگری مسئله اجتماعیشه که نوعی تقویت و همبستگی اجتماعی به وجود میاره و برای مقابله با بحران‌ها. حالا این بحران فرقی نداره، مثل الان یک مسئله بیماری اپیدمیک باشه یا جنگ باشه یا حتی قتل عام باشه که حالا در ادامه اگر وقت بود من مثالم میزنم. آقای فرجامی، عده‌ای خصوصا وقتی که اون تصاویر رقص پرسنل پزشکی منتشر میشد عده‌ای انتقاد داشتن، معتقد بودن که در شرایطی که بعضی از ایرانیان عزیزانشون رو از دست میدن چنین واکنش صحیحی نیست. من با این مسئله مخالفم. اولا باید توجه کنید که آیا شوخ طبعی یا طنز ما نوعی مسئولیت گریزیه یا نوعی تمسخر افرادیه که حالا جان باختن یا زیان دیدن یا در رنج افتادن یا نه باعث و نشان دهنده خوب بودن روحی است. اگر مورد اول، مثلا اگر این شوخ طبعی ها یا طنز ها در تشویق مردم به نشستن دستشونه یا تحقیر و تمسخر جان باختگان، بله بسیار کار زشتیه. اما تقریبا تمام مثال هایی که زده میشه این روزها نوعی شوخ طبعی و طنزیه که نشان دهنده فقط روحیه بالا و نوعی علامت برای ایجاد همبستگی و از این نظر نه فقط اشکالی نداره بلکه لازم هم هست، به ویژه برای قشر پرستار و پزشکان یا کادر درمانی به طور کل که در خط مقدم هستن و نیاز هست که هم روحیه‌شون خوب باشه و هم به طور شخصی و فردی سیستم ایمنی بدنشون بالاتر باشه. این مسئله لازمه. حتی من میتونم مثال‌هایی بزنم از همین کتاب‌هایی هم که شما نام بردید که به فارسی ترجمه شده یا کتاب‌ها و مقالات دیگه که چقدر طنز کاربرد داشته در هولوکاست و چقدر افرادی بودند که در هولوکاست که یکی از فجایع قرن بیستمه در میان یهودیانی که اونجا گیر کرده بودند از طنز و شوخ طبعی استفاده میکردن که روحیه خودشون رو ببرن بالاتر، ایجاد همبستگی بکنن و بتونن شرایط رو تحمل کنن. کما اینکه یکی از اونها میگه که اگر طنز و شوخ طبعی نبود کار ما به جنون میکشید. و فراموش نکنیم که مسئله ما الان در ایران فقط مسئله کرونا نیست، یعنی شما همین چند ماه اخیر رو نگاه کنید، مسئله هواپیما بوده، مسئله گران شدن بنزین و اعتراضات بعدش و سرکوب‌های خونین و مسئله اقتصادی بوده و ما با جامعه‌ای در سر و کار داریم که در حال فروش پاشی روانی کلیه، یعنی حتی افرادی خارج از ایران هستن اما ایرانی هستن و اخبار ایران رو دنبال می‌کنن. از این نظر من این نوع شوخ طبعی‌ها رو نوعی کومیک ریلیف میدونم. خب همین، با توجه به مثالایی که زدید چقدر میشه از این شوخ طبعی این نتیجه رو گرفت که روحیه مردم بالاست؟ به خاطر اینکه در کنار این ما آمار مسئولان در ایران داریم که راجع به بالا بودن میزان افسردگی، آمار خودکشی و گزارش های نگران کننده میدن راجع به وضعیت روحی جامعه. از آمار نگران کننده‌ای که در دسترس هست به هیچ عنوان نمیشه نتیجه گرفت که این شوخ طبعی‌ها اثری نداشته، بلکه میشه اینطور نتیجه گرفت که اگر این شوخ طبعی‌ها و همین تلاش‌ها
نبود ما با چه آماری مواجه بودیم. این مثل اینه که بگیم که خب مردم دارن دستاشون رو میشورن باز هم آمار مرگ و میر داریم. بله میشه از طرف دیگه هم گفت اگر دستا رو نمیشستن و رعایت نمیکردن آمار ممکن بود چندین برابر بالاتر باشه. در ادامه صحبتم اگر کمی وقت باشه در مورد کومیک ریلیف توضیح بدم که اصلا اسم کتاب فلسفه طنزم در واقع کومیک ریلیفه و از دوران یونان باستان که تراژدی ها رو می نوشتن متوجه شده بودن که تراژدی به قدری سنگینه و به قدری فشار روانی عاطفی به مخاطب رو میاره که بایستی یه جاهایی باشه که این دوچار رنج نشه و یک تکای کمدی از تراژدی های دوران باستان تا کارهای شکسپیر و کارهای امروزی میذاشتن توی تراژدی ها که مردم بتونن تحمل کنن. یعنی یه نمایش که 3 ساعت طول میکشه مثلا فوقش ممکنه انقدر فشار روانی عاطفی به یه فرد وارد کنه که نیاز داشته باشه همون وسط هم یه جای شوخ‌طبعی باشه، چه برسه وضعیت الان. و سوال اینه که الان کسی که در یک وضعیت مثلا قرنطینه گیر کرده آیا لبخندش، آیا رقصش، آیا جوک‌هایی که حالا اشکال اخلاقی نذاشته باشن آیا ضرری داره برای جامعه یا توهینی به دیگران؟ چون این طوری که دوستان دارن میگن که عده‌ای مثلا عزیزانشون از دست دادن همون استدلال مثلا حکومتیه که میگه الان اعضای عمومی مثلا فلان اعضای مذهبیه پس یه روز یه هفته یک ماه مثلا اعضای عمومی باشه. بلد. این همون منطقه. آقای فرجامی خیلی کوتاه، آیا خط قرمز وجود داره برای طنز؟ آیا تراژدی هست که نباید با شوخی کرد؟ قطعاً با هیچ نوع تراژدی نباید شوخی کرد، اما نکته اینه که آیا شما خودتون داخل اون تراژدی هستید یا دارید به یه عده‌ای میخندید؟ اگر هر نوع رنج دیگران دارن میکشن و ما به اونا بخندیم، فرض کنید مثلا اگر ابولا در آفریقا بود و ما طنز و شوخ طبعی حال هر نوع درست میکردیم کار خب واقعا زشت و زننده بود. اما الان داستان جوریه که دیگه تمام دنیا و به خصوص ایران و ایرانی ها درگیر کرونا هستن، حالا اگر بخوام فقط راجع به موضوع صحبت بکنیم، و قطعا موارد دیگه هم هستن که حالا الان از بحث خارج، مثل موارد جنسیت زده، ضد زن و مثلا نژاد پرستانه. متشکرم. محمود فرجامی طنز پژوه با ما. ضمناً عذرخواهی می‌کنم، حتما متوجه شدید که ما برگشتیم به استودیوی خودمون بعد از ماه‌ها و یه تعدادی اشکال فنی داشتیم که متاسفم بابتش. سعی کنید که در این روزهای تلخ کرونا دستاتون رو بشورید و تا جایی که میشه لبخند بزنید و روحیه بالایی داشته باشید. فعلا شب خوش.